سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. ما فکر میکنم با یک دانشمند صحبت میکنم. اما یک دانشمنده که یک داستان تخیلی یک کس را به نام شاهزاده پاریسی ترجمه کرده و او را به خرد جوان ها میده تا جه که میرویس خان هوتکی چیز بود، بخارایی بود. اما قنن دیده که در او کتاب چی اغلاطی وجود داره. او یک داستان تخیلی یک ناول است که میگه که میرویس خان هوتکی میره و بسانه میگیره. اول می آقای لحظات میره نده که میرویس خان کجا رفته از فانه گرفته، او رو خب بچهش بود رفته گرفته. یک داستان تخیلی را از یک نویسنده نامعلوم گمنام یه آدم ترجمه میکنه، با کلان آدم پروفسر هم نام خودم میمونه و نامش هم میمونه که چیز و باز میخواه به او قوم پشتون بکوبه که میرویس خان هوتکی بخارایی بود. این خجالت آوره. خب از اون که بگذاریم، میایید اثر این بحث ما به کجا میرسه؟ باید بحث ما مخرطی به کجا بازار آقای مامون ما میخواییم متمرکز بسوز، ما شما رو متوقف نمیکن به خاطر از این که تعادل برقرار باشه، یک توازن. ما فقط فوکس ما سر نجات است. ببینید فوکس ما سر نجات است، اما پیشینه بحران باید توضیح داده میشه. پیشینه بحران از نظر شما یکی است، از نظر آقای لرزاد آقای مامون نظر شما متفاوت است. مثلا شما بحران از یک دید دیدین، او بحران قومی دید. بین آقای مامون ببینیم از نظر مو آقای لالزاد ببینیم که بحران وقتی که وقتی دکتر هستن تشخیص کردنی به کجا منتهی میشه؟ به بیراهه، به ترکستان. شما چی میکنین؟ با او شما اسم افغانستان رو میخواین تقریب بیتیم که حال طالب هست؟ ای تو رو در خانه خود جا نمیتن؟ تو میگی که من تو ببر نام افغانستان که تبدیل میکنم؟ تو رو اجازه میتن؟ کمی مقطع قلوم خو لازم است دیگه. شما ملیت تو طالب تو رو اجازه نمیده تا چیز بری تا دروازه یک پوانتون بری، تو میخوایی که او را چیز ملیتش را تغییر بدی؟ کمی باید ما از امو پشکل که بالا شدیم پایین بینید. ما در چی شرایط قرار داریم؟ بدبختی ما در کجا هست؟ ما در چی مسائل میتونیم متحد شویم تا بتونیم دشمن مشترک را شکست بدیم؟ طرح راه نجات شما چی است؟ ما باید مسیر صحبت از کلیات بیم بله من میره میگم آقای من فهم با صحبت را که آقای لالزاد از این شاخه میپره با اون شاخه، همین چیزای بازاری را که پشتون ستیزی را، قوم ستیزی را، پشتون افغانایی را، شجرهای احمقانی را که مردم در زمان که چی معلومات وجود نداشت ایجاد شده. شما امروز قوم پشتون 55 میلیون نفر است، 35 میلیون در پاکستان است، در روز 15 میلیون اگه فکر کنیم در افغانستان 55 میلیون نفر میده. تمام اسرائیل 7 میلیون است و 8 میلیون هم در کل دنیا است. تمام قوم اسرائیل 15 میلیون نفر. چطور امکان داره یک شاخه قوم بنی اسرائیل آمده باشه در این مملکت این ساحه و این به 55 میلیون تبدیل شده باشه؟ این خود عملی نیست، این خود تعقل کار داره. بعد از اون ما میبینیم که مذاکرات دینی شده، مذاکرات ژنتیکی شده در این مناطق و ثابت شده که پشتون ها حداقل تا عصر برنز زنده بودن در 12000 سال. ما چطور میتونه کسی صحبت طولانی میشه؟ ببخشید یک مطلبی رو یاد کردم، چون یاد کردم شجره را فکر کنید ما میخ با جواب شنا بتم میگم که مثلا شما چیزه بگین زبان پشتو رو بگین، هیچ ارتباطی با زبان سامی عربی و یهودی عبرانی نداره. این زبان آریایی است، او زبان سامی است. دیگه موضوع چی ده ببینیم؟ موضوع امی که
این مردم شب از لحاظ فرهنگی شباهتاشون با عرب هیچ با نژاد سامی وجود ندارن. این مردم در اینجا بودن در هزاران سال، 12,000 سال و بیشتر، دینی ثابت کردن. پانتون پرسمونسی که در انگلستان است این ثابت کرده، آقا مازیار و یک پروفسور ایرانی است که میره ثابت کرده و این ویدیوهاش وجود داره، شما اینو بخونین بشنوید. صحبت ما رو زیاد منحرف میسازن. ما به خاطر وقت زیاد گذشته، ما همینقدر برداشت ما ایست که بنیاد نظرات و برداشت های شما با آنچه آقای لحظات میگه در رابطه با آسیب شناسی زعامت، دولتداری و شکست ها و ریخت ها بسیار متفاوت است. او مبنا را قرار میدیم بر تیوری قوانین، شما مبنا را قرار میدیم بر تیوری آقای مامون. ما شما را می وظیفه میتم که همین شو برین تا به صبح فکر کنید سر از این. با می طرز دیدی که آقای لعزاد میگه، چی آینده برای آقای لعزاد و طرفداراش و قومش وجود دارد این کشور؟ ببین آقای لعزاد هیچ. بفرمایید. نه من باش خلاص کردم، بازه دو صحبت کردن زیاد مفصل صحبت کردن. هیچ، یعنی هیچ. یعنی اگر با این طرز دیده شما بریم که آینده بسازین در این خطه که نامش افغانستان است، هیچ به این جای نمیرسیم. شما چند اصل باید قبول شد؟ اونا میگن که اصلا آینده وجود نداره. نه، آینده وجود داره، بعد از او وجود نداره. بله، راست میگن. برای اینکه او کس کار در جای رساندن که آینده برشان وجود نداره. اما برای دیگه مردم که در افغانستان دیگه وجود داره آینده. چرا آینده وجود داره؟ برای اینکه ما چند اصل باید قبول کنیم. قبول کنیم که در این ملت یک کثیر قومی استیم ما. ما قبول کنیم که در اینجا پشتون ها اینمی در دولت حاکمیت هویت دولت هویت چیز است، پشتون امی افغانیت اسلامیت و فرهنگ خراسانی حاکم است در این کشور، مثل که در انگلستان انگلو ساکسون است، مثل که در روسیه روس است، مثل که در ترکیه ترک است. شما امروز فیلم های ترکی رو ببینید، غیر از کرول عثمان گپ میزنه و غیر از سلجوقیا گپ میزنه و از دیگه گپ میزنه، بعضی که مون نژادشان است، از درحالی که ترک ها اکثریت هم در نتیجه گیری تا نتایج را خلاصه بگیم. خب خلاصه من نتیجه من ایست که ما چند اصل باید قبول کنیم. اگر میخواییم در آینده ما از لحاظ سیاسی به یک جای برسیم، ما باید قبول کنیم هویت سیاسی کشور، هویت فرهنگی کشور قبول کنیم، نامی کشور قبول کنیم، ملیت چه قبول کنیم. وقتی یا قبول کنیم یا هیچ نقص بردگاه نداره، یا نال ای در چوکات در ای جوف ما باید سرازی کار کنیم که چگونه دموکراسی رو ما در اینجا پیاده کنیم، چگونه حکومت قانون در اینجا پیاده شوه، چگونه در اینجا ما بی‌عدالتی رو از بین ببریم، در اینجا فقر چطور از بین ببریم. شما بدبختی که در پکتیا زندگی میکنه، بدبختی که در پنجشیر زندگی میکنه، هر دوش در فقر است، در خوگیانی و در مشرقی و در هرات هر دوش در فقر است. ما سر از این باید تمرکز کنیم که این هویت را که من عرض کردم کام فایده برای قوم پشتون نداشته، از لحاظ اقتصادی نداشته، از لحاظ فرهنگی تان نداشته. قوم پشتون فرهنگشان به چند تا شعار سرکا و نام چند تا ولسوالی و نام چند تا ناحیه آتش زده آقای چیزه لالزاده، در حالی که هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش نداره، هیچ مفهوم اقتصادی نداره، هیچ فایده عملی بر قوم پشتون نداشته. ولی ما تمرکز ما باید باشه که ما چگونه در اینجا عدالت اجتماعی را ایجاد کنیم، چگونه دموکراسی را ایجاد کنیم، چگونه حکومت قانون را ایجاد کنیم در جوف هویت که این مملکت است. یک هویت که یک کشور مستقل است، یک دولت مستقل است، از زمان هوتکیا و عبدالیا ایجاد شده، هویت خود داره که با هویت ایران فرق داره، با هویت فارس فرق داره، با هویت تاجیکستان و ازبکستان فرق داره، با هویت هند فرق داره. و اینمی این است واقعیت زندگی است. ما این واقعیت ها را قبول کنیم، ما در قسمت رفع بی‌عدالتی ها باشیم، در رفع دموکراسی، در پیاده کردن دموکراسی باشیم که روزی بتانیم کشوری مثل استرالیا باشیم که در جوف اونمو هویتی که فعلا در افغانستان است
هویت اکثریت مردم، ما بتانیم یک به کشور شگوفان و پیشرفته از لحاظ مدنی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی مبدل شیم و دیگه عدالت اجتماعی و قانون حکومت کنه. بسیار خوب، ما راه دیگه رو نمیبینم.